دادستانی شهر حصار عریضی یک ساکن این ناحیه را مورد سنجش قرار داده است که میخواهد با گذشت 25 سال از مرگ پدرش قاتلان آن آشکار کرده شود و به جزا کشیده شود. بدرالدین سفرعلیف با گذشت 25 سال در قتل پدرش جمالالدین منصورف سابق رئیس ناحیه حصار و سردار وقت ستاد فرانت خلقی در این منطقه را گناهگار می‌داند. وی افزود پدرش گویا با دعوت جمالالدین منصورف به ستاد رفته بود و دیگر بر نگشت. وقتی که ایمو پول گرفتن برای جسد پدرو کارمندای فرانت خلقی بود، فرانت خلقی در اختیار جمالالدین منصورف بود. رحمان سفرعلیف 55 ساله پدر بدرالدین در آغاز سالهای 90 دامولای دهه بود و در اداره آبیاری ناحیه کار کرده زندگیش را تأمین می نمود. به ادعای خانوادهش او روز 3 دکبر سال 1992 به ستاد فرانت خلقی ناحیه حصار دعوت شده، بعد از تقریبا یک هفته جسدش را در دشت نزدیک به ناحیه حصار گرفتند. همچون دلیل در دست فرزندان کرته پدرشون است که بعد مرگ از تن او گرفتند. وقتی که پدرم ای خانه برآمدگی بود، مخصوص به دعوت جمالالدین منصورف رفتگی بود، به پیش جمالالدین منصورف و همون رفتگی دی... همون رفتگی که دیگه برنگشتگی. جمالالدین منصورف رئیس پیشینی حکومت ناحیه حصار که آن زمان سردار ستاد فرانت خلقی در این منطقه بوده است، در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیو آزادی گفت از این قضیه درک دارد، اما دست داشتنش در قتل رحمان سفرعلیف را رد میکند. منصورف افزود وضعیت آن شب و روز برای همه معلوم بود، وضعیت در ناحیه ناآرام بود و رحمان سفرعلیف را اصلا به ستاد دعوت نکرده هیچ چیز را در یاد ندارد و دعوای بدرالدین را هم بهتان نامید. بدرالدین سفرعلیف باشد برای دعوایش وجههای خود را دارد. حسن قربانوف ساکن دهه کریم دیوانه ناحیه حصار میگوید روزهایی که رحمان سفرعلیف در سیزا بود او نیز در بازداشتگاه قرار داشت. به گفته قربانوف یکی از کارمندان سیزا فقط با رحمان سفرعلیف سر و کار داشت و همیشه او را لتکوب میکرد. قربانوف در این باره به مفتش دادستانی که عریضه سفرعلیف را میآموزد شهادت داده است. دادستانی ناحیه حصار میگوید پس از انجام پره پرسش شاهدان و آموزش سندهای دیگر تصمیم خواهند گرفت که با این پرونده چه کار کنند.